سپتامبر 1960 نمایندگان ایران، عربستان، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد گرد هم میآیند و تصمیم میگیرند سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را تأسیس کنند. اویل اندستری در اون زمان کل صنعت نفت در دست چند شرکت چند ملیتی، اکثرا آمریکایی بریتانیایی بود که رئیس شرکت ملی نفت ایتالیا بهشون لقب هفت خواهر رو داده بود. این هفت شرکت بودن که میزان تولید نفت و قیمتش رو تعیین می‌کردن. وقتی این شرکت‌ها به صورت یک جانبه تصمیم گرفتن قیمت‌ها رو پایین بیارن و در نتیجه حق مالکانه کمتری به کشورهای نفت خیز بپردازن، سران پنج کشور بنیانگذار اوپک صبرشون لبریز شد و گفتن باید راهی برای کنترل قیمت نفت پیدا کنیم. ولی ریشه اوپک به قبل از اینها برمیگرده. داستان اینه که سال 1958 روزنامه‌نگاری به نام واندا جابلانسکی که هفته‌نامه اطلاعات نفت رو در می‌آورد، در هتل هیلتون قاهره بود و داشت با خوان پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا صحبت میکرد. وقتی عبدالله طریقی وزیر نفت عربستان رو در لابی هتل دید، این دو نفر رو به هم معرفی کرد. میگن جابلانسکی این دو رو به اتاقش دعوت کرد و اونجا بود که نطفه اوپک بسته شد. در طول سالهای بعد قطر، اندونزی، لیبی، امارات ابوظبی، الجزایر، نیجریه و اکوادور هم به پنج کشور بنیانگذار پیوستند. ولی شکلگیری اوپک و اتحاد صادرکنندگان به خودی خود باعث بالا رفتن قیمت نفت نشد. از 1960 تا 1972 قیمت هر بشکه نفت اعضای اوپک از 1.60 دلار به زحمت به 1.82 دلار رسید. سال 1972 برای اولین بار مصرف نفت آمریکا از تولیدش بیشتر شد و مجبور شدند به نفت وارداتی اتکا کنند. این نقطه عطف مهمی بود چون اهرم فشاری در اختیار بقیه تولید کنندگان نفت قرار داد. سال بعد جنگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل آغاز شد و کشورهای عرب صادرات نفت به حامیان اسرائیل از جمله آمریکا را تحریم کردند. اینها در کنار کاهش تولید منجر به شوک نفتی 1973 شد. قیمت نفت به سرعت بالا رفت و سوخت در بعضی کشورهای غربی نایاب شد. ایران که اون موقع متحد کلیدی آمریکا و اسرائیل محسوب میشد، نقش مهمی در این داستان داشت. چون تحت فشار ایران و مخصوصاً شاه بود که اوپک قیمتها رو بالا برد. ایران قبل انقلاب برخلاف کشورهای عرب به اسرائیل نفت میفروخت. در نتیجه در جریان بحران 1973 از فرصت بالا رفتن قیمت نفت حسابی سود برد. ایران میخواست قیمت خیلی بالایی تعیین بشه. دو سال بعد گروهی مسلح به رهبری این مرد معروف به کارلوس شغال به مقر اوپک حمله کردند. سه نفر را کشتند، در سالن بمب گذاشتند و ده ها نفر از جمله جمشید آموزگار وزیر کشور وقت ایران را گروگان گرفتند و به الجزایر بردند. ولی در نهایت با گرفتن باج آنها را آزاد کردند. با همه اینها روند صعودی قیمت نفت که از 1972 شروع شده بود تا سال 1980 ادامه پیدا کرد. در این سال بود که جنگی 8 ساله بین ایران و عراق، دو کشور بنیانگذار اوپک، آغاز شد. جنگی که به نشست اوپک هم کشید. در نشست سال 1980 اوپک در اندونزی، هیئت ایرانی عکسی از وزیر نفتشون رو گذاشتن روی میز. عراق تندگویان وزیر نفت ایران رو به اسارت گرفته بود. دوره پرتنشی بود. ولی اوپک تونست از این مناقشه جون سالم به در ببره و همبستگی رو تا حدی حفظ کرد. دهه 80 دوره سختی برای اوپک بود چون تولید نفت خارج از اوپک از جمله دریای شمال و آلاسکا داشت بیشتر میشد. این کار اوپک برای به قول خودش دفاع از قیمت نفت رو سخت کرد. همین بود که از میانه دهه 80 قیمت نفت سیر نزولی گرفت و در مقاطعی به کمتر از بشکه 10 دلار رسید. 4 سال پس از پایان جنگ با ایران، عراق کویت را اشغال کرد. تصمیمی که به جنگ اول خلیج فارس و تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق منجر شد. از اون به بعد عراق استقلالش رو در زمینه نفت از دست داد. اینکه عراق چقدر نفت میتونست بفروشه به جای بغداد در واشنگتن یا جاهای دیگه تعیین میشد. این ضربه جدی به اوپک زد چون یکی از مؤسسان سازمان از فرآیند تصمیم گیری حذف شد. دهه 90 احتمالاً نقطه حضیض و افول اوپک باشه. با آغاز قرن 21 اوپک و قیمت نفت جان تازه‌ای گرفتند. با قدرت گرفتن هوگو چاوز و رئیس جمهور شدنش، ونزوئلا دوباره رهبری پیدا کرد که دنبال تقویت اوپک بود و با همکاری رهبران کشورهای دیگه موفق شد اوپک رو دوباره زنده کنه.
همزمان رشد چین هم که تا سال 2015 به بزرگترین مصرف کننده نفت تبدیل شد به این کمک کرد. ظرف یک دهه قیمت نفت از کمتر از 20 دلار به بیش از 100 دلار افزایش پیدا کرد. اتفاقی که به ظهور پدیده‌ای به نام نفت شیل منجر شد. نفتی که در فرایندی پیچیده و پرهزینه با تزریق مواد به داخل لایه‌های سنگی و شکستن آنها استخراج می‌شود. سال 2009-2010 قیمت نفت خیلی بالا بود. حتی بشکه 127 دلار. این قیمت بالا امکان این رو به وجود آورد که از منابعی که قبلاً به صرفه نبود استخراج بشه. تولید نفت آمریکا که در ابتدای دهه 70 میلادی نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز بود، در 4 دهه بعد کاهش پیدا کرد و در سال 2008 به 5 میلیون بشکه در روز رسید. ولی با توسعه نفت شیل، تولید به سرعت بالا رفت و سال 2019 به بیش از 12 میلیون بشکه در روز رسید. سال 2014 قیمت‌ها داشت پایین می‌اومد. اوپک و مخصوصاً علی نعیمی وزیر نفت وقت عربستان این رو فهمید و تلاش کرد ائتلافی ایجاد کنه و روسیه رو راضی کنه که تولیدش رو در کنار اوپک بیاره پایین. آن تلاش‌ها در دسامبر 2016 به ایجاد ساختاری منجر شد به نام اوپک پلاس، اتحادی بین اوپک و چند کشور نفتخیز غیر عضو به رهبری روسیه. قیمت نفت دوباره سیر صعودی گرفت، تنش‌های داخلی هم. بعضی از تصمیم گیری های یک جانبه عربستان و روسیه و عدم پایبندی به سهمیه ها ناراضی بودند. دیدیم که وقتی مخصوصا روسیه و عربستان وارد جنگ قیمت میشن چه اتفاقی میفته. یک سری حتی باعث شد قیمت نفت منفی بشه. رفتار با روسیه با بقیه فرق داشته، چون اوپک به روسیه برای حفظ این سیستم نیاز داره، ولی روسیه واقعا شریک غیر قابل اعتمادیه، چون روسیه همیشه کاری رو میکنه که به نفع خودش باشه و این نارضایتی زیادی بین اعضای کوچکتر اوپک ایجاد کرده. سال 2018 قطر یکی از قدیمی ترین اعضای اوپک اعلام کرد پس از نزدیک به 6 دهه این سازمان را ترک می کند. شما فکر نمی کنین اصلا جایگاه اوپک و نقش اوپک داره به خطر می افتد؟ چرا؟ فکر می کنم اوپک داره خیلی آسیب می بینه به این دلائل. چه کار می کنم؟ تکروی هایی که داره میشه اوپک رو داره آسیبای جدی بهش می زن. ممکنه ایران همراه قطر رو پی بگیره؟ نه، ما اوپک رو ترک نمی کنیم، ولی اینها نشانه های خوبی نیست برای بقای اوپک که داره اتفاق میفته. ولی شاید بزرگترین چالش اوپک در 60مین سال فعالیتش اتفاق افتاد. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا به سقوط سریع تقاضا برای سوخت های فسیلی و در نتیجه نزول بی سابقه قیمت نفت منجر شد. اوپک و متحدانش پس از مدتی لجبازی بین روسیه و عربستان با شدیدترین کاهش تولید در طول تاریخشان موافقت کردند. برای اولین بار در طول تاریخ یک رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه بگه اوپک بده و باخت اوپک برد آمریکاست، کمک کرد اوپک و روسیه اوپک پلاس به یک توافق برسن. در نتیجه ممکنه، بعیده ولی ممکنه، آمریکا حاضر باشه یک سازوکار جهانی برای مدیریت تولید نفت شکل بگیره. ولی شاید چالش اصلی برای آینده اوپک موضوع داغ سالها و دهه‌های اخیر باشد. تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین. پدیده‌ای که جنبشی جهانی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به وجود آورده. جنبشی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را هم کم کرده. فشار زیادی روی نهادهای مالی هست که به جای سوخت‌های فسیلی روی اقتصاد سبز سرمایه‌گذاری کنند و این به اوپک فشار میاره. به نظرم اوپک به جای انکار تغییرات اقلیمی باید اون رو بپذیره و کاهش تقاضا رو مدیریت کنه. با این تنش‌های داخلی، افزایش تولید رقبای اوپک و حرکت جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، چه آینده‌ای میشه برای اوپک انتظار داشت؟ نفت همچنان ماده خام و منبع انرژی مهمیه. تا وقتی نفت مهمه، اوپک هم مهمه. ولی باید قبول کنن که دیگه مثل قدیما توانایی کنترل بازار رو ندارن. فکر نکنم دیگه هیچ وقت دوره‌ای مثل 1973 رو ببینیم. اوپک از بعضی جهات سازمانی منحصر به فرد است. نهادی که چند کشور در حال توسعه برای پاسداری از منافعشان ایجادش کردند و دست کم در مقاطعی موفق هم بوده، ولی در 60 سالگی این سازمان چشمانداز آیندهش چندان واضح نیست. بهرنگ تاجدین